نبوزه خیلی خیطه. واه چه از دیوده یک یک دو 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 یو چطورت گایز؟ آقا خوش اومد به ویدیو امروز. همونطور که رو تایتل ویدیو و تامنیل دیدید و متوجه شدید، قراره که بهتون بازی تارکوو معرفی کنم. اسکیپ رام تارکو. اوکی بچا، این گیم تو سبک شوتینگه و یه جورایی و یه جوری اون حس سروایوول بودن هم بهتون میده. خیلی بازی خفنیه، خیلی هیجان بهتون میده. خودم به شخصه وقتی که فایت میشه با یه انمی دارم فایت میدم، بعضی موقع انقدر فایت جدی میشه دست و پام دی میلرزه از استرس و هیجان. چه خبره؟ چی داره نید میکنه؟ نمیدونم. پلیر پی ام سی صدا بگیم کیه؟ آه این بره این بره این بره این بره کدوم بر کدوم بر راست چپ چپ چپتون دیش راست همون فرکت دوباره منم این منم دارم فرکت کنم داداش نمیدونم این منم اوکی اوکی بیا پش اگه دولت از وارزون و کالاف و اینا خسته شدید، خیلی دیگه نمیدونم قدیمی شده بازیش، حالا چون تا وارزون دو مدرن دو یه زمان خیلی زیادی مونده تا انتشار بشه، اگه میخواید یه بازی جدید ترایی بدید تارکو بهتون واقعا پیشنهاد میکنم، چون خیلی خفنه همونطور که بهتون گفتم و ارزش بازی کردن رو داره. یه چیزی دیگه هم بهتون بگم اینه که اول بازی تا مثلا 30 لول اول بازی فقط باید کوست برید، آیتم جمع کنید و اسکیلاتون رو لول اپ کنید که خیلی راحت میزنید تو یوتیوب میشن های مختلف رو میبینید چجوری میتونید انجام بدید، اسکیل های مختلف چجوری میتونید لول اپ کنید و همه راهنمایی و آموزشاش هستش تو یوتیوب و چیز سختی نیستش. تا لول 30 باید لیول اپ کنید خودتون رو و از لیول 30 به بعد دیگه اون پی وی پی شروع میشه، اون اشغاله شروع میشه و اون داستان اصلیه آره شروع میشه و حالا هستش اونجاست. ولی تو همین 30 لیولی که اپ میکنید اون موقع هم هستش، نه که بگم نیستش، ولی آیتماتون به اون صورت خفن نیستش و یه جورایی پول ندارید که آیتم خفن هر دست بچینید برید توی این. مثلا من الان آره. اریس میتونه چند دست پشت سرم آیتم خفن بیاره، ولی من چون لولم پایینه بعد بچارم توی گیم یه دو دست آیتم خفن بیارم بمیرم دیگه ندارم. آره. بعد دوباره گرایند کنم آیتم خفن پیدا کنم. حالا ببینیم چه معطلی بریم که ویدیو رو داشته باشیم و بهتون توضیحات کلی رو بهتون بدم و لایک و ساب و کامنت و اینا هم مثل همیشه فراموش نکنید. دمتون گرم، مرسی که هستید و حمایت میکنید. پس بریم شما معطلی بریم که ویدیو رو داشته باشیم. Let's go. چه همجوری که الان دارید مشاهده میکنید تو گیمیم، این منوی گیمه و اینجا میبینید زده اسکیپ فرام تارکوف، کاراکتر، تریدینگ، هاید اوت، اگزیت هم که هیچی دیگه بازی میرید بیرون. میریم تو کاراکتر، بخش مهمترین بخش رو میخوام بهتون بگم که چیه. ببینید اینجا یه دونه استش دارید، یه مخزن، یه جوری که ذخیره میکنید آیتماتون رو و با پلی دادن و لوت کردن و فایت دادن و حتی لوت کردن جنازه های حریف شما میتونید چیز کنید، میتونید این آیتما رو جمع کنید. حالا بعضی از آیتما رو باید کوئس بزنید، مرحله های بازی رو برید جلو که بهتون بده، ولی بعضی ها رو هم میتونید بخرید و حتی با تریدر ها جلوتر بهتون توضیح میدم تریدشون کنید. اینجا همطور که میبینید هلمت داریم، هدفون داریم، گان داریم، ماسک داریم، کیف داریم، آرمور داریم، اینا همشون روی بازیتون تاثیر میذاره. مثلا اینجا آرمور کلاس های مختلف داریم، مثلا آرمور 4ه و تیرای مختلف داریم که آرمورهای مختلف رو رد میکنه، مثلا این تیر آرمور 4 رو رد میکنه، این آرمور رو رد میکنه، ولی مثلا آرمور لول 5 رو نمیتونه رد کنه. حالا اینا خیلی بحث چیزشه، تخصصیشی که حالا جلوتر توی ویدیوهای بعدی بهتون توضیح میدم که چه تیری چی رو رد میکنید، چی کار باید بکنید، اینجور حرفا.
فقط اینجا خواستم بگم که یه همچین فضایی داره که مخزن تونل، چیزایی که لوت کردید رو میتونید استفاده کنید و جمعشون کنید، جمع‌آوریشون کنید و باشون پلی بدید. خب این بود بخش کرکتر بازی. اینجا هم بخشی که اصل داستان بازیه، یعنی شما این بخش اسکیپ فرام تارکوف رو میزنید، دو تا گزینه داره، PMC با اسکیپ. PMC چیه؟ اسکیپ چیه؟ PMC وقتی شما انتخاب میکنید، همونطور که میبینید با آیتمایی که خودم انتخاب کردم و توی مخزنم و توی اون استشم با اون میرم پلی میدم و آیتمای خودمه. ولی اسکیپ آیتمای رندوم و خیلی چیپ و به درد نخور بهتون میده و فقط برای لوت کردن یه جورایی، برای مثلا موقعی که پول ندارید، پولتون تموم میشه، میتونید برید اسکیپ پلی برید و یه ذره لوت کنید و پول در بیارید. و وقتی حالا شما PMC یا اسکیپ رو انتخاب میکنید، وارد بخش انتخاب کردن مپ میشید. مپ های مختلف داره که حالا جلوتر بهتون توضیح میدم تو ویدیوی بعدی که چجوری کار میکنه این مپ ها، داستان شیو اینا. اینجا بخش تریدر داریم که تریدرهای مختلف رو میبینید شما. تاجر همون تاجر فارسی. با این تریدرها ببینید، وقتی میرید تو قسمت تریدره روش کلیک میکنید، اینجا آیتم هایی که میتونید از تریدر بخرید، بعد اینجا میتونید بهش بفروشید، اینجا هم تسکاشه، مرحله هایی که بهتون میده که هر مرحله رو میشناره، میشنا رو بهتون میده که هر میشن رو برید بهتون یه مقدار پولی، یه XP و یه میزان رپی بهتون میده. رپ چیه؟ اون اعتمادی که اون تریدر به شما میکنه. هرچی اعتماده بیشتر باشه چیز میشه دیگه، تریدرتون لول اپ میشه و میتونید چیزای بیشتری ازش بخرید، آیتم های مختلف براتون باز میشه و میتونید چیزای مختلف بخرید. حالا اینم باز بحث جدا داره که تو ویدیوهای بعدی براتون توضیح میدم. دوستان من یه چیزی بهتون بگم، اگه واقعا کالا فازی میکنید، مثلا یه روز داری میری، رفیقت خیلی آدم نچسبیه، شعر و ور میگه، داستان میگه، میخوای یه بزن تو کلش بمیره توی من، نمیتونی، تا حالا با این مشکل های مواجه شدید؟ دیگه احتیاج نیست به انتظار، با تارکوف شما همون لحظه میتونی یه تیر خلاص کنید که کله یارت. ببینید وقتی شما میخواید تیز کنید، میخواید برید توی گیم، حالا مپ رو انتخاب میکنید، دو تا زمان بندی داره، شب و صبح. اوکی شبش که قاعدتا شب صبح، خب ولی توی حالا توی چیزش، توی این دوتا زمان بندیش آب و هوای مختلف داره، مثلا طوفانی میشه، ابری میشه، بارونی میشه و اینش هم خیلی خفنه. و حالا بریم توی چیز شب برید دیگه، من مثلا ثرمال داشته باشی یا آره. نکیشن داشته باشی آره. خیلی حس جالبی داره. بعد توی گیم هم هستی، یارای خودتو نمیتونی تشخیص بدی، این واقعیته، بهشون میگم آره حالا بهشون نشون بده. بعد این مثلا چیزشه، ترمالشه، توی شب میری هم چیزی رو صورتت میذاری که نایت ویژن چیش میاد، دید در شب، دید در شب میذاری صورتت میبینی این ور اون ور. بریم تو گیم بهتون بقیه چیزا رو هم توضیح بدم. لتس گو. خب الان گیممون اسپان چیز شد، استارت شد، من یه جه رندوم اسپان شدم توی مپ. جاهای مختلف داره توی مپ که میتونید اسپان بشید، یعنی اسپانای مختلف داره و حالا جلوتر تو ویدیو بعدی بهتون صورت تخصصی چیز میکنم، آموزش میدم که بتونید گیم رو بهتر پلی بدید. حالا ما اومدیم تو مپ کاستوم که یه چیز کلی رو بهتون بگم. ببینید این پایین سمت چپ اگه ببینید یه خط سبز داره، یه خط آبی داره. اوکی دو تا استامیناه، استامینا سبز داره موقعی که میدوی، میپری، میشینی، کلا حرکت میکنی، تحرک داری. این آبیه برای موقعی که ایم میکنی، این استامینای دستته که دستت خسته میشه وقتی بعد یه مدت که ایم میکنی، حالا نفست هم نگهداری یه ذره سرعت کم شده این استامینا آبیه بیشتر میشه. این از بحث استامیناش. بعد اینجا قسمت هلف داریم که سرتون، سینتون، شکمتون، دست راست، دست چپتون، دست راستتون، پای راستتون، پای چپتون اچ پی داره. اوکی حالا تو هر چه تیر بخوره، آره
تو هر کدوم تیر بخوره شما یه مقدار دمیجی میخورید که با این هیلینگ آیتما اون دمیج رو میگیرید و مثلا این دمیج صفر بشه به جز سینه و سر صفر بشه میتونید جراحیش کنید و دوباره برش گردونید، یعنی میتونید دوباره اشپیشو پر کنید از صفر، ولی به کامل قبلی نه. آره کامل قبلی نیست، چیز ذره اشپیش کم میشه که حالا اونا رو بهتون توضیح میدم. بازم ببینید توی چیز توی تارپو او اسکیپ اومد از او نزد دد چیر پیمسی رفتی؟ نه بابا شیر کن منم ببینم رسی بایسی دیه چیز باید بکنم بایسی پام سیاه شد نمیتونم را چه بدفاد شد. ببینید بچه ها الان این دوست عزیزمون که دید زد پای منو برد، اینا یه سری باتن که اسپان میشن توی مپ. خب وقتی ما پی ام سی ها اسپان میشی، ببین وقتی میریم تو مپ خب اندازه 12 نفر فکر کنم تو هر مپی چیز داره اسپان پلیر داره، 12 نفر هم توی تارکوف خیلی زیاده، فکر نکنید کمه چون شما با یه دونه تیر ممکنه بمیرید در این حده و 12 تا پلیر اسپان میشن و بعد یه مدتی یه سری بات اسپان میشن که روسی حرف میزنه، همینطور که دیدید الان دوستمون داره روسی حرف میزنه و داد و بیداد میکنه منو میزنه که این باتا آره این باتا معمولیتشون اینه که ما رو بکشن، اوکی، یعنی ما رو میبینن میزننمون میبندنمون به رگبار. الان این دوستمون یه دونه باته که بعضی موقع هم خیلی سخت زدنشون، نام چرا بعضیشون راحتن بعضیشون سختن رندومه. الان میبینیم این دوست عزیزمون که باتا رو بکشیم. آره بعضی مپا هم باسه، باساش اصلا خیلی نمیمیره بیریخته ولی احساس نمیکنی که مپ نفس نه هر لحظه. آره. اکشن داره، یعنی هر لحظه احساس میکنی یه اتفاقی داره میفته. میبینی 12 نفر اصلا مثل کال آف دیوتی 100 نفره، این 12 نفر اصلا کم نیست. میاد اینجا هر چی که داره رو میتونید سرچ کنید لوتاشو بردارید. این دوست عزیزمون بات بازیه و لوت خاصی نداره. آره همون اسکبیه که بهتون گفتم، همونطوری گفتم مپ هم ندارید، باید همه جای مپ رو بلد باشید، یعنی به چشم بلد باشید برید. و الان اینجا دوتا اوم هم میزنم بالا سمت راست، یه صفحه برام باز شد جایی که قرار توش اکسترکت کنم و بهم نشون داده. اوکی اونجا هم یه تایمی نوشته 33 دقیقه، اگه تو این تایم 33 دقیقه من اکسترکت کردم اگه نکردم 33 دقیقه تموم شه اکسترکت هم یعنی که فرار کنه از اونجا بره. آره همونجا فرار کنی. آره کلن همه آیتمات میپره و یه جوره یعنی مردی دیگه از بین رفتی، لوز دادی. آره آره لوز میدی و تو این تایم 33 دقیقه حتی زودتر هم میتونید شما چیز کنید اکسترکت کنید، لازم نیست تا اون دقیقه آخر منتظر بمونید. حالا ببینیم میدونه از اکسترکتور مثلا اینجا بهتون نشون بدم چجوری اکسترکتش تا داره میره. این بازی چیز جذاب دیگه هم که داره خود ویژن بازی، گرافیک طور بازی توی خود بازی میتونه فرق کنه. مثلا تو قرص میخوری دیدت بهتر میشه. آره مثلا اگه ببینید من قرص خوردم. آره قرص و وازلین اینا کلن باعث میشه که ویژنتون یه ذره بهتر شه، یه ذره همه چی شارپ میشه. آره اگه ببینید خیلی چیز جذابیه که تو خود گیم میتونی یعنی ویژنتو تغییر بدی، حتی آره. صدا پا هدستایی که میذاری فرق میکنه توی گیم، صدا پای مختلفی میگیری، مثلا این بعد پیدا کنی ببینی کدوم هدست به درد مثلا هدست شما خودت میخوره. آره 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 خیلی چیزای جذابی داره، همه چی میتونی به چیز خودت کاستماایز کنی، تیک تیک های گانتو مثلا مثل کال آف نیست 10 تا اتچمنت مثلا 5 داشته باشه، این هر تیکش تو میتونی عوض کنی خودت بچینی به عنوان مثل سلیقه خودت. خلاصه اونایی که معتاد گان و چیز فایتن کلا گان دوست دارن بازیشون دوست دارن، این بازی خوراکشون میشه، یعنی که شب شاید نخوابی بشین دوستو فقط پلی کنی. بودو چه خبره چو اینجا همیشه اسکپ زیاد اسپان میشه، من یه بار اینجا مردم 6 تا اسکپ بود، نه 5 تا بود شش نه ده چوری رو تیر نمیشه روش روی داری این سخته زدن اونقدر آسون نیست.
نه دارم ریکورد هم میکنم از FPS هم از حالت عادی اومده پایین تا هیچ چیه شیر هم داره میکنه برای من داره شیر هم برای پیتر هم داره میکنم اوزا خیلی خیطه بیدوش اینو چه اینقدر زیاده اینجا یه چیز داریم بخش اسکیل داریم اسکیل های مختلف مثلا استرینف داریم مقدار جامپی که میزنید اون چی بهش میگن ارتفاعی که میپرید مثلا بیشتر میشه میزان وزنی که میتونید تحمل کنید بودوید باش بیشتر میشه خلاصی که کلی اسکیل مختلف داره و اسال رایفل که هیچی یعنی ریکول کنترل داره نه ریکول کنترل هر چقدر تیر بزنید این ریکول کنترل اسکیلش میره بالا بره بالا هم که دیگه میبینید چه اتفاقی میفته ریکول گیریتون ریکول گیری هم چیز نیست ریکول گیری بالا پایینتون چیز نمیشه تغییر نمیکنه ریکول گیری چپ و راستتون با این اسکیل چیز میشه لول اپ میشه یعنی چپ و راست نمیشه دیگانتون دیگه مثلا اینجا استشای مختلف داریم آره اینجا بگای مختلف داریم میتونید بدید اینجا اینا رو سرچ کنید لوت کنید لوتا رو بردارید کاراکترتون گشنش میشه تشنش میشه بعد اگه تشنه آره. بشه خیلی ویژنت بد میشه دیگه نمیتونی ببینی ولی اگه خیلی گشنت بشه صفر بشه انرژیت میمیری واسه همین میتونی تشنه باشی ولی نمیتونی گشنه باشی مثلا ممکن تو این هین که دارم لوت میکنم کاری میکنم یه پلیر بیاد بالا سرم احتمالش هر لحظه رو ممکنه یکی بیاد بالا سرت و وایت بشه صداپا بعد خیلی خوب بگیری توی این گیم دقیقاً بعد یه چیزی هم که هستش به خاطر اینکه مثلا آیتم های مهمی رو تونه مثلا الان این آیتم هایی که رو منه یه مقدار پولی ازم چیز کرد دیگه گرفته خرج کردم براش دیگه به خاطر همین میترسم که این آیتم ها رو لوز بدم به خاطر همین خیلی میترسم خیلی توی فایت ها استرسی میشم که آقا من نمیرم آیتم از بین بره ببین خیلی فشار رو دیگه این گانش رو بمیره دیگه دستش نمیاد دیگه آره دقیقا لوت مو بلنج میره همین این که با رفیقاتون پلی بدید رفیقت زنده مونه لوتت کنه آیتماتو برات بیاره اینجا مثلا یه دونه از اکسترکت های بازیه شما بیدید اینجا برای اسکب نیست؟ نه میدید اینجا وای میستید اکسترکت میشه اینجا تایم اکسترکت داره ممکنه تو این تایمی هم که نشستید ممکنه یکی بیاد اینجا بگیره بزنتتون و بمیرید و آخرین بخشی که بهتون توضیح ندادم هاید اوت بازیه جایی که یه جوری چی بگم یه جوری بیسمنتتونه یه خونتونه کارگاهتونه هم اسمشو چی میذارید توش جای مختلف داریم حالا توی ویدیوی بعدی بهتون توضیح میدم اینجا مثلا بیت کوین فارم داریم یه مقدار پول حالا به اون میده اینجا باز یه چیز دیگه داریم باش مونشاین درست میکنیم مونشاین هر میفروشیم پول در میاریم باز اینجا شوتینگ رینجشه گانتی که میچینی میتونی اینجا تستش کنی بعد اینجا نسوا بشه یه پوستری هم داری درش آره خلاصه اینجا جای مختلف داره دیگه آره مثلا فیولتو میذارید همه اینایی که اینجا کار میکنن یه فیول میخوان دیگه یه بنزینی میخوان که بنزین هم داره تموم میشه و با این کار میکنه این خاموشه اینا هم هیچ کدوم کار نمیکنن این هم از ساید اوت میتونی به چیز میز بسازی غذا بسازی تیر بسازی آره. تفنگ بسازی تیر هم حتی میتونی بسازی تیرها کجا میساخت؟ اینجا بود مثلا دارم یه تیر خاص میسازم خیلی تیرش قوی و خوبه آره تیرهای مختلف میتونی بسازی نارنجک میتونی بسازی چیزهای مختلف میتونی بسازی کلی داره آره خلاصه کارهای مختلف توی اینجا بکنید دیگه نه بخش هاید اوتش یه بخشی داره استور بازیه که با پلیرهای دیگه میشونید جدا از تاجرها جدا از تریدر آره جدا از تریدر و تاجرها با پلیرهای دیگه شما میتونید چیز کنید خرید و فروش کنید مثلا اینجا آفر ندارم مثلا یه چیزو بفروشم چیزی که نمیخوام و اینو بفروشیمش مثلا میاییم اینجا توی فیلی مارکت اینجا مثلا با قیمت 10,000 تو گذاشتن اوکی من انتخابش میکنم مثلا میذارمش اینجا رو گذاشته ازش 10,555 بذارم 10,000 تا که بیاد بالاتر
بالاتر ببین از زودتر از اونتر میشه میزنه تو سر مال ولی آره. زودتر مثلا فروش میده مثلا برای من خریدن بعد اینجا میام پولشو میگیرم و میاد تو استشم بعد میتونید حالا برید تو فیلی مارکت بگردید هر آیتمی که میخواید تو فیلی مارکت پیدا میکنید و با قیمتی که زده بخیر مثلا بک پک میخریم بعد لیول 15 این بازی بادی آرمور میخریم آره لیول 15 بازی میشه همونطور که پیتر گفت چیزای مختلف میتونید بخرید دیگه رفقا تا اینجایی که دیدید توضیحات خیلی مختصر بودش در باره تارکو و خواستم یه کلیت ذهنی بهتون بدم که بازی چی و چه خبر و داستان چیه و خیلیاتون گفتید که چجوری میشه بازی تهیه کرد و چجوری میشه بازی خرید لانچرش چی و اینجور داستانه ها لانچرش اسمش بتل استیته الان رو صفحه میارم بتل استیت و توی لانچر بتل استیت میتونید خریداریش بکنید و اون همونجا دانلودش میکنید بازی حدود فکر کنم 15 گیگه 15 گیگ دانلود میکنید از توی لانچرش بعد فشرده شو استخراج میکنید میشه چقدر میشه 35 گیگ 30 گیگ فکر کنم و با این همه دیتیلی که داره 30 گیگ بازیه و گرافیکش هم واقعا خفنه اگه از گیم واقعا خوشتون اومد و دوست داشتید که پلی بدید تو کامنت ها برام بنویسید که آموزشاشو براتون بذارم و بگم که داستان چی و چیکا باید بکنید چجوری سریعتر بیاید بالا و اینجور چیزا قیمت بازی ادیشن های مختلف داره استاندارد ادیشن 30 یورو فکر کنم که میشه چقدر میشه 800-900 تومن که توی سایت ها 1200 میفروشن EOD یه ادیشن دیگه است که حالا DLC های مختلفی که به گیم اضافه میشه در آینده اونا رو همه رو شما دارید و یه فیوچر های دیگه ای مثلا استشون مخزنی که بهتون توضیح دادم بهتون نشون دادم اون مخزنه چیزش چی بهش میگم فضاش بزرگتر میشه و پاوچتون بزرگتر میشه که حالا پاوچو بهتون جلوتر توضیح میدم که چی و اینا خلاصه که چیزهای مختلف بنفیت های مختلفی دارید دیگه با این EODه ولی گرونتر ولی شما احتیاج ندارید فعلا به همچین چیزی حالا میتونید بگیری اگه پول دارید میخوای بازی کنی راحت میتونید ادیشن بالاترش بگیری ولی ادیشن استانداردش هم مشکل نداره با ادیشن استاندارد میتونید چیز کنید شروع کنید بازی بگیرید حالا اگه خوشتون اومد داره ادیشن های دیگه شو بگیرید داره آپگریدش کنید چون میشه آپگرید کردم اون اکانت و ادیشن دیگه شو خرید مرسی که هستید تا اینجا ویدیو نگاه کردید بوس به کله هاتون ساب و لایک و اینا هم فراموش نشه مثل همیشه و تا ویدیوهای بعدی و آموزش های دیگه فعلا خدا حافظ.